211 جلسه کفینیت هسته و در خدمت دکتر حیدری هستیم. فکر کنم معرف حضور همگی هستن ایشون و ایشون دندون پزشک هستن و در کنار کار هستیشون که بنده به شخص تجربه خیلی خوبی داشتم ازش. در مورد هر مسئله ای هم که صحبت کردن تا الان کفینیت اونقدر دقیق و کامل و جامع بوده که من شخصا خیلی چیزا توی این جلسات یاد گرفتم و میدونم امروزم یکی از جلسات خوب فرقی که باشون داره. امروز در مورد کمدی الهی دانته صحبت میکنم و در مورد شما هستم. اولم مرسی از پاشا و که خیلی باز این شانس رو به من دادم که با شما باشم. خیلی ممنون از شما که این هوای بسیار خوب اومدید نشستیم یاد فرود استاد. بس امروز همینجور که باشا گفت راجع به کمدی الهی دانته الیگیری شاعر ایتالیایی قرن 13 هستش که یک مقدار به طور خلاصه اول از زندگی براتون از بیوگرافی رو خواهم گفت چون نه صرفا وقت پر کرده باشم بلکه واقعا آشنایی با زندگی اون به درک ما برای چرایی دقیقا نوشتن کمدی الهی کمک زیاد میکنه و دقیقا ما رو در درون اون کانتکست تاریخی میذاره که کمدی در آن معنا پیدا میکنه. در تاریخ هنر و ادب جهان اصولا یه سری آثار هستن که از شاهکارهای مسلم نبوغ بشری هستن. اینها متعلق به یک عصر خاصی یا به یک زمان یا یک جغرافیای خاصی نیستن و به همین جهت این نوع آثار هرچه از زمان بیشتر بگذره نه تنها از درخشش خودشون چیزی کمتر نمیشه بلکه تاوانتر هم میشن به یک نوعی. در عرصه هنر نمونه هاش زیاده. شما ژوکوند داوینچی رو دارید، ونوس میلو رو دارید، ایلیاد هومر رو دارید، شاهنامه فردوسی رو دارید، جمهور افلاطون رو دارید، آثار شکسپیر رو دارید و همچنین فاوست گوته. اینها آثاری هستن که واقعا با مرور زمان هم همچنان اکتوالیتی خودشون و زیبایی خودشون رو نگه می‌دارن. کمدی الهی هم یکی از این آثاره که واقعا جزو بزرگترین آثار ادبی بشر شناخته میشه. یک پروفسور فرانسوی که دانته شناس هستش به نام پروفسور الکساندر ماسون این ادعا میکنه که تا اینکه خدمت شما عرض میکنم تا دهه 50 میلادی بودن بیش از 10,000 جلد کتاب تا اون موقع در مورد کمدی الهی نقل نوشته شده و اگر تعداد مقاله ها و رساله ها رو هم به اون اضافه بکنیم بیش از 100,000 مقاله راجع به کمدی الهی نوشته شده و این داستان هنوز هم ادامه داره. یعنی سوسیته های دانته خوانان و دانته شناسان هستن و هنوز مقدار زیادی از اشعار دانته توافقی راجبش حاصل نشده و هنوز کنتروورسه هستش و مقدار زیادی در موردش بحث میشه. در ضمن از این اثر بیش از 800 ترجمه مختلف تا به حال به رشته تحریر در اومده که فقط در زبان انگلیسی نزدیک به 100 ترجمه از اون وجود داره. علاوه بر اینکه شرح و تفسیر ترجمه کتاب کسانی که به اینها پرداختن هنرمندان بزرگی هم الهام گرفتن از این اثر بزرگ ادبی. کسانی مانند نقاشانی مانند موتیچلی، دولاکوا، گوستاو دوره که من کپی فرانسوی کمدی الهی گوستاو دوره رو آوردم شما اینجا ایلوستری از سوناش اگر خواستید بعدش میتونید نگاه بکنید که خیلی زیبا هستن. شاعرهایی هم شاعر انگلیسی مانند ویلیام بلیک آوازه سرودن براش، موسیقیدان های مانند فرانس لیست در موردش موسیقی سرودن و این اثر خودش رو تا ادبیات قرن 20 هم گذاشته. کسانی مانند تی اس الیوت و حتی جیمز جویس تحت تاثیر بسیار جدی کمدی الهی بودن. دانته از معدود آدم هایی است که از عصر و دوران خودش هم فراتر رفته و به عنوان یکی از این البته به گفته مرحوم شجاع‌الدین شفاست به عنوان یکی از سه اعظم شاعرای تاریخ جهان نام برده می شود. یعنی اگر سه شاعر اعظم تاریخ جهان رو در نظر بگیریم هومر اولیش،
دانته دومیش و شکسپیر همینطور. البته شفا فردوسی هم به آنها اضافه میکنه و میگه در حقیقت این چهارتا ارکان اربعه ادب جهانی هستن. البته شاید در مقابل هومر و شکسپیر اون ظرافت ها و اون بازی هایی که با زبان شده در اونها، اون افسونگری که واژه ها دارن برای خودشون، ما این رو در دانته کمتر ببینیم. ولی دانته یک خصوصیتی که داره، توجه خاصی به معارف بشری داره و تمام این معارف رو سعی کرده جمع بکنه و به هم وقف بده در راه کمال و سعادت انسان. این چیزیست که ما کمتر در شکسپیر یا در هومر میبینیم. کمی از بیوگرافی دانته براتون بگم. دانته در سال 1265 یعنی در میانه قرن 13 در فلورانس در ایتالیا به دنیا اومده. در آن زمان فلورانس یکی از متعدد جمهوری هایی بود که در ایتالیا وجود داشت. ایتالیا یک حالت فئودال بود و جمهوری های متفاوتی در اون حضور داشتند که از نظر هنر، صنعت و غیره بسیار پیشرفته، ولی از نظر سیاسی بسیار دارای کشمکش های زیاد، زر و خور، جنگ، حیله، کینه و غیره. در اکثر شهرهای ایتالیای اون روز یک دوگانگی، یک دو دستگی سیاسی به وجود اومده بود که شاید اینها امروزه به زباله‌دار تاریخ نفر جز یک سری آدم‌های آکادمیک نامی از اون نداشتن، ولی دانته اینها رو برای ما زنده نگه داشت. دو گروهی به نام گیبلینی و گولفی، اینها گروه‌هایی بودن که یک کدومشون یعنی گیبلینی، اینا طرفدار امپراتور The Holy Roman Empire، در حقیقت امپراتوری مقدس جرمنیک و رومی. در این حال گولف ها اونها طرفدار اتوریته پاپ ها بودن و بین این دو نزاع و جنگ زیاد قرار می‌گرفت. در این قرن 13 پایان چیز ما به پایان قرون وسطا نزدیک میشیم. یک مقدار میخوام در کانتکست تاریخی بذارم که هولوگوشون زمان چه چیزهایی میگذشت. موقعی که راجع به قرون وسطا صحبت میکنیم، ما در حقیقت از قرن ششم میلادی یعنی حمله بربرها به امپراتوری روم تا تصرف قسطنطنیه در 1453 توسط ترکان عثمانی، این پریود رو به عنوان دوران قرون وسطا میشناسیم، رو به پایان بود. یعنی تولد دانته حدوداً با پایان قرون وسطا همزمان بود و تدریجا مقدمات تحولات عظیمی که دنیا دستخوش آنها داشت میشد به نام رنسانس و تولدی دوباره به یک نوعی شروع شده بود. 60 سال قبل از تولد دانته، چنگیز حمله خودش رو به آسیا شروع میکنه و در حدود 50 سال امپراتوری مغول ها در 1241 با شکست آلمان ها، مجار ها و لهستانی ها امپراتوری درست میکنن که از کنار دریای ژاپن تا غرب اروپا رو زیر در حقیقت سم اسبای خودشون داشتن. شاید اگر یک رفرانس تاریخی دیگه بخوام بدیم، پایان جنگ های صلیبی هم در همین موقع بوده. این جنگ ها از 1096 به میلادی شروع شده بود و دیگه در هنگام تولد دانته ما به آخرین در حقیقت کوازت ها رسیده بودیم که توسط ونیزی ها شروع شده بود. در اروپای شمالی اگر بخواید در نظر بگیرید، در این زمانه درست در سال 1265 سال تولد دانته، ما نخستین پارلمان واقعی جهان رو در انگلستان شاهدش هستیم، در حالی که در فرانسه درست حرکت معکوس اون هست. یعنی خانواده ولوا به قدرت رسیده و قدرت‌های ملوک و طوایفی جای خود رو دارن به یک قدرت مرکزی مطلقه واگذار می‌کنن. ولی در این میان بزرگترین قدرت معنوی در سراسر اروپا قدرت پاپ و دستگاه مذهبی واتیکان بود که در همه جا حریف بزرگ و سرسختی برای پادشاهان و فرمانروایان اروپا به شمار می‌رفت. در ضمن نیروهای مسلمان هم در اسپانیا قدرتشون رو به افول بود. در میان این کشورهای اروپایی هیچ سرزمینی به پراکندگی ایتالیا نبود و این اختلافات، جنگ‌ها، خیانت‌هایی که در ایتالیا به وقوع می‌پیوست، این کشور رو دچار یک انحطاط نه تنها سیاسی بلکه اخلاقی کرده بود و دروغ و حیله و پیمان شکنی و خیانت برای آنها امری رایج شد. این مهمه. چرا؟ چون سر تا سر کمدی الهی که من اشاره خواهم کرد پر است از شکایت هایی که شاعر از این فساد عمومی شهرش فلورانس و کشورش ایتالیا داره.
فرانس در این زمان بین گیبلین ها همونطور که خدمتتون عرض کردم طرفداران امپراتور و از لحاظ که اینها در ضمن از لحاظ اجتماعی طرفدار طبقات سنتی اشرافی بودن، طرفدار آریستوکراسی بودن و از طرف دیگه گولفی ها که اینها سعی میکردن هم پایبند به پاپ باشن و هم طرفدار طبقات که با رنسانس شروع کرده بودن به رشد کردن، مثل بانکدارها، نزولخورها، صنعتگران و غیره، طرفدار این طبقه جدید بودن که به قدرت برسید و طولی نکشید که پاپ با اینها در میافته. چرا؟ برای اینکه با اینکه اینها طرفدار پاپ بودن چون بین خودشون تفرقه میافته، یعنی بین همین گولفی ها تفرقه میافته و به دو شاخه میشن، یکی سیاه پوشان و دیگری سفید پوشان. سفید پوشان کسانی بودن که درست طرفدار پاپ بودن ولی در این حال اینها به یک نوعی استقلال فلورانس برایشون ارجحیت داشت تا در حقیقت خدمتگذاری به پاپ، در حالی که سیاه جامگان اینا به یک نوعی سرسخت پایبند دخالت پاپ در امور زمان بودن و مایل بودن که پاپ به یک نوعی حکومت تامپورل را هم به دست بگیره. در این وضع اوضاع جوانی دانته میگذره. ما راجع به تحصیلاتش خیلی چیز نمیدونیم ولی میدونیم که به هر حال به دانشگاه رفته، احتمالا به دانشگاه بولونیا که یکی از دانشگاه های بسیار خوب اون دوره بوده. در اونجا به علم به زبان لاتین تسلط پیدا میکنه که زبان در حقیقت انتلیکتوالی آن زمان بوده و همچنین رتوریک رو به خوبی یاد میگیره. رتوریک در حقیقت هنر پرسویشن توسط زبان. در ضمن میدونیم که با علم طب هم آشنا میشه و در همین سالها جزو گیلد در حقیقت صنف اطباء بقالان و فراتان میشه، چون اون موقع اینا یکی بوده چیزشون کالجشون در حقیقت. در ضمن ولی میشه گفت میراث فرهنگی و فلسفی خودش رو، عقاید سیاسیش رو از شخصی به نام برونتو لاتینی میراث میبره که این شخص در آن زمان دو دایره المعارف بزرگی که به زبان ایتالیایی و یکی به زبان لاتین و یکی به زبان فرانسه نوشته بود و دانته در کمدی الهی خودش در سرود 15 هم مدوزخ در حقیقت به تفصیل از اون نام میبره و احترام خاصی برای اون داره، ولی خب به هر حال اون رو در دایره لواطکاران میزنه به یک نوعی. حالا خواهیم دید که چگونه این تقسیم بندی ها رو با هم مرور خواهیم کرد و چه ترتیب هست تقسیم بندی های جهنم. در دوران کودکی دانته این مسئله خیلی مهمه. هنگامی که 9 ساله بود در یک ضیافت خانوادگی عاشق دختری میشه به نام بیاتریس یا بیاتریکس به انگلیسی. این دختر 8 ساله بود، یعنی دانته 9 ساله و بیاتریس 8 ساله. خود دانته معتقد است که عشق سوزان او به بیاتریس از همین هنگام آغاز میشه و چنان که در کتاب زندگانی نو یا ویتال نو که من اینجا آوردم براتون میگوید از این هنگام بود که پا به قلمرو سلطان عشق نهاد با ملاقات با چس. و در آخر این کتاب، این کتاب بیشتر راجع به عشقهای دانته است، یعنی با تمام زنهایی که بوده ولی به خصوص بیاتریس که در دوره خردسالی در حقیقت با او ملاقات کرده. و آخر این کتاب یک قولی میده، من این رو به انگلیسی براتون میخونم، میگه که If it pleases the one in whom all things live, that my life may last a few years more, I hope to say of her what has never been said of any woman. در حقیقت این عهد رو میکنه که در آینده کتابی بسروده که در آن ستایشی از این زن بکنه که هرگز این ستایش از هیچ زنی در تاریخ نشد. و این کتاب کمدی الهیه که بعد این کتاب رو خواهد داشت. البته این عشق همیشه به صورت افلاطونی باقی میمونه، زیرا بیاتریس رو شوهر دیگری میدن چون از نظر طبقاتی متفاوت بوده با خانواده دانته. دانته از اشراف زادگان بوده ولی اشراف زادگان نیکو به هر حال بیاتریس رو شوهر دیگری میدن و اندکی بعد هنگامی که 24 ساله بوده از این دنیا میره. این معنی نابه هنگام روح دانته رو تکون میده. در ادبیات جهان شاید ستایشی که دانته از این دختر کرده کم نظیره، زیرا هیچ شاعر محبوبه خود را تا به این درجه بالا نبرده. در کمدی الهی دانته به اون مقام مظهر حق و نماینده لطف الهی داده شده.
و او را تا به حد فرشتگان ملکوت بالا برده و در عالی ترین طبقه فردوس که آدمیان میتوانند به آن راه پیدا بکنند اون را جای داده. البته عشق دانته به بیاتریس مانع از این نشد که اون ازدواج بکنه. از نظر ادبی در این زمان دانته شاعر معروفی بود در این پریود از زندگیش و متعلق به یک مکتب ادبی نوگرایی بود به نام دولچه استیل مورو، در حقیقت استیل نوی آرام، که این میشه گفت شباهت های زیادی به رمانتیک ها در قرن 19 در اروپا داره، یعنی کسانی که وصف احساسات و عشق و ایناشون رو به راحتی بتونن بکنن. و درست این در مقابل مکتبی قرار میگیره که موقع خیلی رایج بود به نام مکتب سیسیل، که خیلی سخت نویسی و پیچیده کردن واژه ها درش مد بوده و دانته از این فاصله این مکتب از اون کار نمیگیره. از 30 سالگی دانته وارد فعالیت های سیاسی میشه، اول به عضویت شورای 100 نفری جمهوری فلورانس در یک شورای به نام کنسیلیو دی چندو در میاد و دو ماه نیز رئیس دیوان عالی شهر فلورانس میشه و در این سمت این مهمه که لااقل ده نطق آتشین علیه پاپ بونیفاس هشتم میکنه. چرا؟ برای اینکه دانته با اینکه جزء گولفی ها بود و طرفدار اتوریته پاپ ها بود، میبینه این پاپ ها جزء فکر این دنیا و ثروت اندوزی و کلاهبرداری و ریاکاری چیز دیگه ای نیستن و رو برمیگردن و از این و این نطقا رو علیه اونها میکنه و این نطقا باعث در حقیقت سرچشمه تمام بدبختی های بعدی دانته میشه و اون به تبعید ناچار میشه بره. ولی دانته عملا در کمدی الهی خودش انتقام بسیار سختی از پاپ ها میگیره، به خصوص از بونیفاس هشتم، و اون رو به صورت یکی از منفورترین پاپ های تاریخ کلیسا در میاره، به طوری که اون رو در دایره هشتم جهنم باز میخوام برخی در مدفوع میکنه، یعنی تا این حد چیز میگه. و خب شما فرض کنید اواخر قرون وسطا ساخت کار کمی نیست این چیز. بین سیاه جامگان و سفید جامگان همینطور که خدمتتون عرض کردم جنگی میگیره و در این جنگ پاپ در روم، یعنی همین بونیفاس، به ظاهر برای استقرار آرامش ولی در واقع برای توسعه نفوذ خودش، از برادر پادشاه فرانسه که از خاندان ولوا بود دعوت میکنه که نیروهای نظامیش رو وارد فلورانس بکنن. و در این زمان که هنوز شهر فلورانس دست گولفی ها هست، یک هیئت سه نفره به عنوان سفیر به روم اعزام میشن برای مذاکره برای زنی. یکی از این سه سفیر خود دانته هستش که به روم به ملاقات پاپ میره، ولی خبر نداره که این آخرین باریه که شهر مزادگاه خودش رو میبینه، چون بعد از این کار پاپ اونها رو اکسکومونیه میکنه، در حقیقت از مذهب میدازه، اینا رو مرتد اعلام میکنه و برای دانته حکم مرگ دادگاه قیابی درست میشه، حکم مرگ برای صادر میشه و اون رو چیز میکنن که اگر برگرده به زوزوننش. و دانته دیگه بر نمیگرده، در دربارهای مختلف، شهرهای مختلف سرگردانه. چیزی که جالبه، ما نمیدونیم دقیقاً در این پریود کجاها بوده، مقدارش هم میدونیم، مقدارش مطمئن نیستیم، ولی خیلی از دانشگاه‌های معروف اروپا خیلی دوست دارن که ادعا بکنن که دانته در این دوره در دانشگاه ما درس خونده، از جمله دانشگاه آکسفورد در انگلستان، که افتخار می‌کنه بگه دانته اینجا در این دوره اومده و درس خونده. بنابراین یک دوران ممتد آوارگی و دربدری برای شاعر شروع میشه و تا آخر عمر ادامه پیدا می‌کنه و کمدی الهی را نیز در همین تبعید می‌سازه. حالا بیاییم راجع به کمدی صحبت کنیم. این کانتکست تاریخی این داستان. اهمیت کمدی الهی از چه نظر؟ سه تا در حقیقت سه درجه اهمیت میتونیم براش قائل بشیم. در درجه اول یک اثر شاعرانه استادان است. دانته با این مجموعه نه تنها بزرگترین اثر ادبی کشور خودش رو آفریده، بلکه یک زبان هم برای کشور ایتالیا به میراث گذاشت. چرا؟ چون در اون موقع هر شهری، هر منطقه‌ای برای خودش یک دیالکت و یک زبان خاص داشت و اینها همدیگر رو نمی‌فهمید. احساس این که به یک زبان واحدی در ایتالیا هست به شدت احساس می‌شد، ولی مردم دنبال زبان جدید و یک زبانساز جدید. حتی به این فکر افتادن که برن زبان پروانسال فرانسه رو بردارن و بیارن به عنوان زبان ملی ایتالیا اونجا در حقیقت به کرسی بنشونن. ولی در این میان دانته میاد برخلاف سنت آن زمان که تمام تکست های بزرگ رو به لاتین می نوشتن، میاد به زبان ورناکولار، در حقیقت یک دیالکت توسکان، زبان توسکان برمی داره و با قدرتی که در خلقت در حقیقت واژه ها و غیره داشته این زبان رو زبان ایتالیایی می کنه. در حقیقت زبان امروز ایتالیا زاده دانته آلیگیری هستش.
و از این به بعده که این اثر در حقیقت کمدی الهی محک و مقیاس سخندانی در زبان ایتالیایی میشه. اتفاقا یک آنکدوتی هست که شجاع‌الدین شفا در ترجمه کتاب کمدی الهی رو اشاره میکنه. میگه روزی دانته در خیابان داشته میرفته، دو تا زن میگن که این همونه که رفت جهنم و برگشته، بعد اون یکی زنه بهش میگه که هنوز دوده های جهنم روش مونده، و دانته میگه که وقتی که این حرف را شنیدم دانستم به آنچه میخواستم رسیدم، یعنی توانستم با به کار بردن زبان مردم به جای زبان لاتین آنچه را که برای عامه قابل درک نبود در دسترس همه قرار دادم. در ضمن بسیاری از اشعار کمدی الهی امروز در ایتالیا و اروپا ضرب المثل شدن، حتی بعضی از اونها فراتر از مرزهای ایتالیا و اروپا رفتن و جنبه بین‌المللی پیدا کردن. شما چیزی که بر سردر جهنم نوشته شده، دروازه جهنم در کمدی نوشته که شعر معروفی است که شاید همگی بشناسید، میگه ای آن که داخل می‌شوی دست از هر امیدی بشوی. در درجه دوم کمدی الهی یک داستان استادانه بسیار عالی است که از قدرت داستان‌سازی دانته حکایت می‌کنه. به این ترتیب که شما موقعی که این کتاب رو می‌خونید حس نمی‌کنید به یک سفر خیالی رفتید. واقعا فکر می‌کنید که به شما یک گید توریستیک دادن و شما دارید در عالم ماورا در اون دنیا در جهنم یا در برزخ یا در فردوس برای خودتون گردش می‌کنید. یعنی واقعا خودتون رو به عنوان یک اکتور در اونجا می‌بینید. اینقدر با دقت رودخانه‌ها، مسیرها، فاصله‌ها، همه چی واقعا جوریه که انگار اگر اینو به شما بدن شما می‌تونید نقشه در حقیقت اون دنیا رو بکشید و خیلی‌ها این کارو کردن که حالا بهتون نشون خواهم داد. و آخر اثر و شاید مهمترین دلیل اهمیت کمدی الهی در این باشه که این یک اثر عالی فکری و فلسفی است. این مجموعه در حقیقت اساره ایست از علوم، اطلاعات و نظریات و عقاید فلسفی از یونان باستان، یعنی از زمان سقراط به این بعد تا عصر خود دانته که در آن با ترکیب خاصی آمیخته شده. البته یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. میشه دو نوع به کمدی نگاه کرد. در وهله اول یک اثر مسیحی است، یک اثر مسیحی و به خصوص کاتولیک، و اگر با دغدغه‌های امروزی به اون بخوایم نگاه بکنیم مسئله که پیش میاد اینه که شاید به میل خیلی ها که مسیحی نیستن برخورنده هم باشه، حالا بعداً بهش اشاره خواهم کرد. ولی یک میشه گفت خانشی دیگه، یک قرائت دیگه میشه از این داشت یک پا فراتر، و اون اینه که از این صورت ظاهری که بگذاریم این مجموعه صورتی بسیار عمیق داره که جنبه تمثیلی اون، الگوری که اون خیلی برای مهمه و به گفته خود دانته برای تمام ادوار و سرزمین‌ها، یعنی برای نوع بشر سروده شده. خود دانته میگه ای شما که بصیرت دارید از برای الفاظ به راز پنهانی اشعار مرموز پی ببرید. کمی حالا راجع به ساختار کمدی براتون صحبت میکنم. این مجموعه به طور کلی شامل 100 سرود که بهش میگن کانتو یا جمعش میشه کانتی. یک سروده اول دارید که عده این رو به اشتباه جزء دوزخ میذارن ولی نیست، در حقیقت یک نوع پیش درآمده، یک انتروداکسیونه. و سه بخش که بخش دوزخ، برزخ و بهشت یا فردوس هستش. هر کدوم از این بخش‌ها دارای 33 سروده هستش، یعنی 33 تا کانتی که میشه 99 تا به علاوه کانتوی اول که میشه 100 تا. هر سرود به بندهای سمسترایی تقسیم شده که این رو در ایتالیایی بهش میگن ترسا ریما. این یک استراکچر ساختار جالبی داره به این ترتیب که مثلا شما نگاه کنید، مثلا آ بی آ، B, C, B، C, C, B, Y, C, سر بزرکتم به این ترتیب، یعنی همیشه دومی از چیز مثل بعدی میان روش و تکرار بشه. پس بنابراین این عدد 3 دارای اهمیت خاصیه در کمدی. چرا؟ برای اینکه این 3 در حقیقت نشانگر یا سمبول تثلیث مسیحیت خیلی هست، یعنی پدر، پسر و روح القدس. در ضمن عدد 10 هم هست، یعنی مولتیپل 10 هم در کمدی زیاد به کار میره. 10 نشانه وحدت، به طور مثال و دارای اهمیت دینی و تاریخی است مانند 10 فرمان. این دو عدد به یک نوعی میشه گفت دارای تقدس هم در این کتاب. حالا چرا
این ترسانیما چرا این سکانس در حقیقت ABCD برای چیز هست؟ این یک دلیل استتیک بزرگ داره که میشه با این دلیل استتیک بزرگ در کتاب ویزدام دید اینو کریستالیزه شد. خداوند طبق گفته کتاب ویزدام و در انجیل همه چی رو بر طبق اعداد درسته آفرید، یا میجر یا وزن. بنابراین کمدی الهی این ادعا رو داره که میخواد کپی از در حقیقت کار آفریده داره باشه و میخواد به یک نوعی اون رو دوپلیکیت بکنه و این سیمتری که ما درش میبینیم و این نظمی که در جهان هست رو به این ترتیب دانته میخواد نشون بده. و چگونه میشه این کتاب رو خون؟ دو نوع هست و هر نوعش رو بخونید درست در حقیقت. یکی میتونید به طور خطی لینئر بخونید، یعنی از کانتو 1 شروع کنید تا کانتو 100، یا میتونید بیاید بگید مثلا کانتو 6 دوزخ در رابطه با کانتو 6 برزخ و هر دوی اینا در رابطه با کانتو 6 بهشت، اینجوری هم میشه خوند و معنا رو پیدا می‌کنه و میبینید چه متمتیک جالبی در این کتاب به کار برده. مسئله دیگه چرا به این کتاب نام کمدی گذاشتم؟ اولا می‌دونید که این کتاب در اول به نام کمدی الهی نبوده. یک قرن بعد از دانته در حقیقت میشه گفت پسفند الهی به اون اضافه میشه به خاطر سفرش به ماورا و بود آسمانی که داشت. خود دانته نام اینو لا کمدیا میذاره. البته برای خودش میگفت پوئم سکره، یعنی در حقیقت شعر مقدس. ولی عذر میخوام. ولی خودش نام کمدیا رو اول به این داستان. خب یه دلیلش واضحه، برای اینکه برخلاف تراژدی کمدی عاقبتش خوش، یعنی شما از یک جای پایین پس بعد شروع میکنید، از جهنم شروع میکنید و به بهش پایان میدید، پس عاقبت شما نامه خوش است، به خاطر همین نام کمدی رو بیدن. ولی دلیل مهمتری داره، دلیلش اینه که در دوران باستان یک تئوری استیل ادبی وجود داره، وجود داشته در حقیقت، که مسائل بزرگ جهانی رو، بشری رو، اینها رو بهش میگفتن که در حقیقت های تراجدی، بعد یه میدل تراجدی داشتید و یه لو تراجدی داشتید که برای عوام بوده و چیزهای سبکتر بوده، چیزهایی که دارای اهمیت مهمی نبودن. از اونجایی که دانته میاد میگه که من دغدغه زندگی همه کس رو دارم و نه فقط مثلا افسانه ها یا میت ها یا خدایان، بنابراین این رو به زبان ورناکولار، به زبان توسکان نوشتم، ایتالیایی نوشتم، برای عوام نوشتم، پس این من در لول لوور تراجدی میرم که همون کمدیه در حقیقت، در زمان معنی کمدی در حقیقت. به این دلیل کمدیه و پسفند الهی که بعدم به اون زبان میشه. خب، حالا اگه اجازه بدید، so much better.